نهار كسر من شلون براتاني هني مش موجود ملكة بونفاي جوا الشارع هني ايه طول عالسين هار طول اي دير برودي ما جوا هي رب طول كاني اگر چه بزانه که جان آیه در معرض طلب بیدیم مقصود ما خوشی آیه بود آیه گیم هرچی میل خاطری ها ما اطاعت کنیم و امیر اسلام گوش پرزن من که تران نصیت ما کتاب محض وجود وط بیده نم با به چیز دیگه هر طور تای میل لوگی تو ما ربطار کنیم امیر اسلام دست ملک پر ایک پانشا چوکت گوش پس بفرما چند تن شبیتان برمان جستجو بکن ایک پانشا با آسیب وزیر گوشت برو صد تن چپریتان دیر بده تا تمام خاک پریزار چه پشت تاریک و صد بلور و از آلتاک سلیمان بار ارزر مملکت جان برن جان را جستجو بکنم هر کسی خبر چه مات پولا زره بیاری آیه سرکرده هزار افرید کنید آسف وزیر در ناره صد تن چپریتان طلبتی به هر یک نویدی وعده دادی ابریتان بال وجه به تنور وطی دور داد و به هوا چسبید هر یک به طرف رفتن پس شاه امیرسنان بچه های امیرسن اول قربان بفرمای لشکر حرکت کرد و شهر برمان تا آیگا ابریتان یا مرم به زخم ملک پیروز بله زخم آیین چاک روی دست و گوهر تاج هم و دست آیده ملک اتباشا قبول کت و حکم رحیل داد سپا کوچ کنان تمام جا منزل به منزل ربطن تا به حواله شهر سپا رستن اهل شهر اشکوت که امیر ارسلان هم پولا زره کشتن ملک اتباشا و سپا گفت و پیروزی معایده تمام خوشحال بیتن شهر تمام آزین بست و نکاراخانه شادی به نواسه درد امیرانی که در شهر بیتکتن به استقبال عدکن اهل شهر دسته به دسته پوز به پوز تمام شاد و خوشحال به استقبال عدکن چه طرف دیگه هم سپاه نصرت شعار با پت پیروزی سوار و پیاده هر طایبه و شادمانی نظم تمام عدکن به اقبال شاه سپوزیر در زیر علم اجزیا پیکر امیر ارسلان نامدار برق دریا آهن و پولاد مکمل و مسلح سوار و مرکب سر سر تک پولاد رگ آمون نورد باد رفتار زیر سینه او گویی مرسه گویی آفتابی است که زر بر زده از گوشه تر کترها کردم رفتن چکد از پیشا نیش شبنم آساش نشیند که رجعت به کفن چو سراب یل و وسام نریمان چپش به خانه زین نشته کلاوتی پولاد ناب و به یک نیمگه گوشه سری یک در چهره چو خوشید تابان سر چیر کلاه من گروک ورگن تازیانه سام خام و جوار نشان من دسته یکن سواره که بلای دل و دین است صد خانه برانداخته در خانه زین است طرف دست راست ملک اکبارشا طرف دست چپ آسف وزیر سواران از عقب سر آراسته ماهه گردن طرف دست راست ملک اکباشا طرف دست چپ آسف وزیر سواران و پشتا سر آراسته سنبه تک تنهای گردن تا ای که داخل شهر بیتن مردم شهر تمامی شادمان صدا و تی آواز و دعای بلند دعای کد تمام جا چه کوچه بازار عبور کد مرد و جن چه لوگان سرا چه
شیشگان عطر و انبر به سر ملک ارسلان نثار کدند. تا به دهنه بارگاه رستن دست با یالان و تی اسپه گردن واجه ایر کدند تو پیاده بیتند. ملک اکبر شاه دست امیر ارسلان گرد کدم و پله تخت ایر کد سر پر سلطنت نشت تکیه با متکای زرنگاری کت امیر ارسلان مفرا و تی نندید آصف وزیر و شمس وزیر و 700 امیر سر کرده جا به جای ود با صندلیان کرسیان تلاهن آرام گفتم. اکبر شاه گشت بزم آرایش کت و اشاره کت و ساکی مای به گردش آرد. مای وشی بر اشارت کرد تا ساکی مای آو آرد. مای بر یاد جمشید که آرد. همین پیما وجا ساز به مکان اکبر شاه وشی اشاره کت مای بزم آرایش کت و سنبهین ته تا ساکی مای آورد. مای به یاد بلکه خوشی و ساز و سرنا ساز جنوک و گانوانوک ناچ کنوک در به نوازش آواز بلند بی وشی همچین بزم آرایش کو که زهره سر چه آسمان چارما دنا کشه به تماشه آمد رسا مشکول بی تا اصور ما بارگاه با عیش نوش مشکول بی تا در وقت اصور ملک اکبر شاه که جاگه پاد دست امیر ارسلان گرفتی روانه خلوت بی تا و با اتفاق آصف وزیر و شمس وزیر به بالین ملک پیروز رفتن. آصف وزیر سر ملک پیروز و دامونا گرفت زخم سر آیه پچکوت و مرهمی که چه مغز سر پولازره کمر کمر وزیر به دست آت که بیتگه با روی زخمه یرکو بعد چه ساعت ملک فیروز چند پچ کد آی کشیتی و روی دست دیگری لیتد. چهار طبیب خوازه که معاذب احوال آی بیتگتن با یک مرتبه شکر خدای بجارد به ملک اکباشا عرض گسته روچ بیتر که ملک فیروز به هوش نهت که بیتر تکانی هم نوارتر ده بگر چه نفس ضعیفی دیگه چیزی چه آیا باقی نمانده. ملک اکبر شاه سجده شکرش به جوار آصف وزیر نخود آب لوته تو چند کاشف به گلوی ملک پیروز رد نصف پنجان هم شراب به گلو آیگا رد که ملک پیروز اندک بحال هست چند می پچ کدن اکبر شاه آیم شما در بر کشد بغلی کو صورتی پیشانی که چوکت گرسی پرزن خدا شکر کنه که ده منداتا امیر ارسلان شاه رومی آورتا و آیی هم به جنگ پولازران دیم داتا آیی کشته گی چه مغز سرا مرهم به زخم سری تی آورتا مجده بادم بده که یار دی گوارتاج دکتر ملک لال شاه چه بند پولازران نجاتی داتا و آیی هم تی واسه آوردگی انشالله تا هفته دیگه زخم سر تی هم شر بی تو ملک فیروز به حالت ضعفی گوشی پدر در کدیگا منا نوید بی پایدن دهی و نویدون ده دل بردیون دهی وشی چیزی دیگه بنی مرگا نمانتا و پرچی منا عذیت کنی تکلیف ده منا به حال وقت بلی و امیدن چه ما کت کنی من دیگه چه ای بستره پاد نیام کار امیر ارسلان مهدا چی که به جنگ پولازره جنگا بیتن بتون تو برو وایه بکشی مرهم برای زخم من درست بکن مگا گوارتاج مروز قیامت بگندم ما چوب که نو که منا بازی دهی و من دلا خوش کنی. اکبر شاه گشت برزن
بجلال خدا، بجلال و قدرت خدا، بجان وط دروغ نوشان، درست شما پچکان همه جوان، شیر سولت که کرا بسترتی نشته امیر ارسلانی، چمان باور نکنه چوتی جست بکن. ملک پیروز چم پچ کو نگاهی کو دیتی جوانی چو رستم دستان، یال چه یال بدر رابطه چو چهره چو مرس ماه، روچ تابان که را بستر آیه نشته. گوشتی ای جوان رستم سهولت شیردر، قربان دست بازو و مردانیت بمو، آیا تو امیر ارسلان توه؟ گوشتی ای برادر مهربان، آج کتاب تو گوشته راست هسته، من امیر ارسلان پول از زران کشته، یارون تی هم نجات داده، مرهم هم بز زخم آورته بم. ملک پیروز گوشت نه قیامت تی گلامو، تی گلامو زر خریدم و رهین تی منت هستم، حق جان تی به گردن ما هستیم، پیش بیاتی دستا مبارکی نم بچک کن. امیر ارسلان دیما رفت، ملک فیروز دست و بازو امیر ارسلان چکت و آیا هم آی صورت پیشانی چکت و گوشتی گوارتاج چهرم خانه آورته، دست گوارتاج به دست ملک فیروز داد و گوشتی ای ی یارین تی به دست تی سپرده. چم گوهرتاج که به ملک پیروز کبت و آی به جان با آ حال تدی بی اختیار عشق آی سرازیر بیتا، هر دوم یک کادگر و چکت اکبال شا با سپوزی رو گشت، معالجه زخم چکن چند روچه طول کشی. آ سپوزی رو گشت انشالله امیدوارم تا هفته دیگه از سری چهی زخم ما باقی ممانی. رو چپتم با توفیق خدا ملک پیروز با بارگاه کردی. اکبال شاه شکر خدا به جا آورد، پا رفت به هر ما رفت، امیر ارسلان هم به امارت و باغ چای واسطه مهمان خانه قرار داده بیتگه رفت، به استراحت مشغول بی. هل کسه مدت به مدت یک هفته اکبال شاه و امیر ارسلان در شهر صفا به عیش مشغول بیتن که آصف وزیر به معالجه زخم سر ملک پیروز مشغولت، روز به روز زخم ملک پیروز بهتر بیان بیت و بهبودی حاصل کد. تا روز هفتم سر آیه کاملا شر بی قوت قدرت پیدایی که آصف وزیر را هم آی پا حمام برد. بعد چه دو سال سر و کله و تی سپای دادی در ناز لباس، گد پادشاهی پوشتن نیم تاج مکمل بلماس، بسرا یری کتو زهمی هم وجه جواهر نشان، همایل وجه کتی برک در گوهر بید با بارگاه رد در برابر ملک اکباشا تعظیمی کت و چر روی سندلی گاشیه وش چر روی سندلی مرسی چست کتو به جای وط آرام گرد. بعد چر دو سال نکارا خانه شادی به نوازه شدرا، نکارا خانه وجه ساز جنو گوشنه ساز و گانا جن به جای چوائی سندلی سره پرده اوله یه رکوته گرد، چادر یعنی سندلی سره یه رکوته سندلی که و اتمنای چوکه گا و جا کجا شو او سر کله یوش سپای دادی شما و درنات لباس چیزی برا کتو نیمشین ات بارگا در برابر اکبال شاه که بروی سندلی مرسه برداشتم، مرسه که سندلی سره یه رکوته گا و اتمنام پرده چیزی بجای وقت آرام گفت. بعد چه دو سال وشی نکار خانه شادی به نواز شده را، تمام امیران سجده شکر دو جا آرد،
گلگله و شادی مشعرا کرد. دعا روچ بزم شاهانه برای ملک پیروز سنبهینک بید. ملک اکباشا خلعت جوان نشان با آسف وزیر داد تا اصول من بارگاه به اشرت و شادی مشغول بیدن. وقت اصول هر یکی به منزلگاه و دیگر رفتن. روزانه دیگه هنگام در آیگ روچه ملک ارسلان نامدار سرچه بستر واوا پادت گو به حمام رد لباسی پوشت و به بارگاه رد. همه که بارگاه آراسته بید گرگله چه بارگاه چس بید. افریتانی که به جستوی مات پولادره رفته بیترکتن ترکتن در برابر تعظیم کت و عرضه کت. عرضه کت تمام خاک پریزان چه هزار تاک سلیمان آخر کاف کو کاف جستوی کت اثر چه افریته مات پولادره ما هیچ جا ندیده گید. امیر ارسلان پریشان دید و بر اندو و گوتور و پریشان منتو چه پشت سر یک افریتان پشت یک افریتان دیگه چه پشت سر آن افریتانی که به افریت دیگه رستگتن اتکن در برابر تعظیم کتو گشته گشته بنی آدم سلامت ببن. سراغ مات پولا زره من بند را بنده در مملکت جان بن جان پایتخت ملک جان شاه گفتگون. وشته که چار پنج روز بیتن که به نزد ملک جان شاه رفته. امیر ارسلان خدا شکر گفتو کتی و گوشتی یک طبق جواهر با افریت دادم و آیی سر کرده هزار افریت کو. بعد چه آیی امیر ارسلان دیم گو آسیب وزیر کت و گوشتی وزیر چایدا در مملکت جان بن جان چینچو راه هسته. آسیب وزیر عرض کو قربان مد چایدا تا پایتخت مملکت جان شاه هفت بیابان هسته. هر بیابان صد پرسک هر صد پرسک طول و عرضی نیستی. بیابانا که بی آب و بی علفی هستن آبادی هیچی نی. جای جن و گول و لاکیس هستن تا به حال قدم هیچ کسی چه پریزاد ما بیابانا نرسته که سالم بتری. هر کس قدم ما بیابانا ایرکوتا هر تکه وشایی گوشت به دست ده جن لاکیز کرتا. امیر ارسلان هم گوشت چه افریتان هم کسی نتونتن بروتن آسپ وزیرا گوشت تا به حال کسی نرفتا. ما هم چه ای هفت بیابان و مملکت جان فقط نامیش کتا. امیر ارسلان هم گوشت چایی که من به دنبال مات بلازره و مملکت جان برون ناچار هستم. ناچارم. اگر به جای هفت بیابان اگر صد بیابان ببی تا مرون زهم زمرد نگارا به دست میارم مات بلازره مکشو آرام نگیرم. آصف وزیر و ملک اکبالشا اهل بارگاه هرچی نصیحت کد قبولی نکد. وشتی قربان به ما و تارا علکی حبس خسته مکنی. من چاره جز رواق نیستنو. اگر رضای من گلوته بفرمای هنی که اول صبح هستن یه تخت حاضر بکنم. یه تخت حاضر بکنم چار تن اپریت بفرمای منا با مملکت جان به نجان ببرم. اگر زنده برگشتون که نکمل مطلوب و اگر کشک بیتون خیال کنو پولا زره در میدان رزم ما کشته. به اندازه التماسی که ملک اکبر شاه مجاب بیتو گوشتی باز شرین
ما مرچی ادا به بانده برو، امیر اسنانم برچی مرچی و بانده چه فرقی است؟ هر چیزی تر برو مرچی تازه اول صبح است، تا بانده بیکار بنند و حد لاغر نصف را ربتر تون بپرمای همه هنی تخت حاضر کنم. اقبال شاه با آسپازی را گشت و دیم و آسپازی را کتو گشتی وزیر پا در تخت حاضر کنی. آسف وزیر چه بارگاه در نارف چار تن چه نر دیوان، نر دیوان چه وجه حاضر بیتر تخت، تخت هم به دربار در بارگاه آورد داخل بیتن در برابر اکبر شاه تعظیم کو عرض کو تحت حاضر. امیر ارسلان چه جاگه پادت به امارت خلوت وطی رد لباس بزم آراشن که لوگا گرا کنن چه بدن لنه یاردن اصله و رزمی پوشد و سر تا پا گر که دریای آهن و پولاد بید مکمل مکمل و مسلح داخل بارگاه بید. دست ملک اکبالشای چوکه ملک پیروز و آسف وزیر و شمس وزیر و اهل بارگاه تمام خدافسی کو بدایی کد و تکتا قرار گرد. چهار اپرید نر دیوان و جب پای هر یک پادگی یا اپریت یا گرد تخت یا پای تخت به دوشه به کوپکا گرد و باد به تندورا دور داد و به هوای چست بیتا به طرف مملکت جان حرکت کرد. امیر اسلام برزا تخت سر به طرف آسمان گرد ورسی از سفر گرداد نزانم لکه دیگه گوما ستیزه کنه ایچه بخت و سرنوشتی هستی که من هستی در دل خیالان و کتا گاه گون ای بخت و گاه بخت و گاه ایچه روزگار در گله و شکایت بیده ده هنگامی که روچ سر به چاسار مغرب کشد اپریتان تخت تخت یا دهنه کوی سرا به زمین یک کو. امیر ارسلان گوشت چینچو را ماشما تایی کتا عد کگی عرضه کت مرچی چون که دیر به راه کبتگی پیش جسد پرسکا نتون تا بیان انشالله چه باندار و چه دو ست پرسک راه روی. سه روزه با پای تخت ملک جانشاه رسیم. هنی شدی که اگر اجازه به فرمای بروین شکاری به دست بیارین. هم تو و هم ما رضای بریم. قدری استراحت کنیم. بعد راه رویم. امیر ارسلان گوش مرخص بروی. دو تن ربطن دو تن من تن امیر ارسلان چه تختا به چیره آد. کامو که راه را مکر را چشمه یه نشت چند کپی وجا آبی نوشت وارتی و صورتی جا کم که آب دیمی شوشت آدوین اپریت رستم یک بر آهوی برابر امیر ارسلان یرکو و دو دانه گورخر مزنی هم برای هم پا وطی واسه شکار کتاکتن آس روک کت گور خران وجه نیم پخت کتن تمام وارتا امیر ارسلان بر آهو زبا کت مقداری چه گوشتا رانا آیا به داریا کشت وجه سیخی جد کبابی کت وارتی باقی مانده گوشت هم به اپریتان داد اپریتان وارتا امیر ارسلان به تختانشت اپریتان تخت چیز کد براه کبتن الکسه سه شپ روچی به هوای ربتن وجه روچ سیوم نزدیک زور اپریتان تخت به در کبت کلکوهی کوی همه کبه کله سرسرا به زمین یر کو. عرض کد جوان
کله ایکو و آ طرف خاک جان جان هستیم. دو سه فرسخی که بروه بشار ملک جان شاه رسید. ما دیگه چاهدا با طرف نتونیم برویم، باید تا وقت تنها بروید. امیر ارسلان آفرین با هم کت شاباشیه و سپارشی کو مبادا جای بروی در همه کو در هم در جای پنهان ببی تا ده روز منتظر من ببی. روز دام اگر من نیت کو باز خوب، اگر نیت کو بروی خبر مرگا منگا با ملک اکبر شاه برسینی. و رای جست کو چه کوها سرازیر بید. حرارت روچه با بدنا آیگا تابت وارتی زره پولادین چو کوره گرم بید آی بدنا لگیتو چه روی تخت سنگان و کنتگان بازار مشکت را رفت. لنگ 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 جنان قدمی بشی چست کو هر قدم دانه شکری بشی شکر کتی می کاشت. تنگی دست و تشنگی و تنگی دست و پا دایی چه کارا کبته بیتکتا و صد گونه رنج مصیبت چه کوها و چیره رفت. هید چوب گلاب چه چار طرف آیگا مرچه گیا چه همه زرعی که گره چه زرع تونگ تونگه نه همه سوراخان زرع هید وشی من جوشگ آتا. بیابان پر ریکن گرمین دیدی که یعنی خار مغلان هستیم بس دیگه چیزی نه ریک روان و خار مغلان و همه پیما جنبدن به همه ریکا بیابان هم چو لنگ جنان راه را. شیان چنان گرم شد از تاب هوا آب روان که پر از آبله مانند صدف شد سرطان. شی همه پیما گرم بیتگه چه تاب هوا آب روان که پر آی بدن پر چه آبله مانند صدف بیتن سر بدن آیه. چونکه ای از چی که گرایتی همی جوشنی که گرای پچی واسطا پا جنگا گرای تینا آهانی بود گرای سرا چیرا گودتن برزا آهانی گودتن پا جنگا جای رو مادشان برا خانزوان می گرای کتن پا دا آهانی گود سوراک سوراک پا نفس واسطا کل آهان چینه تونگ تونگ یعنی گوات بلگی نه هم دا چوش هید پیٹه هم دا که دانو تونگ تونگ چیوی تا هم دا درو گوات گذره دانا هیدا گرمی چیر نه چیوی تا گو گو کفیت بدنی اسی وجہ امیر ارسلان مردانه وار در آ دشت قدمی جد تا کوره تا یک کوره راهی دری گرد. جاده بارگین دیدی قدمی به جاده ایرکو نزدیک نیم فرسک که راه رب خارج راه رب طرف یا طرف دست چپ یا باغی به نظر آهد. در آب بیابان بی آب کاهن باغ سرسبزین دیدی عده کتا گومتی گوشت دا شهرا حتما باز را هستیم. من چه گرما تونا به حلاکت نزدیک بیتمو بهتر هستیم در همین باغا برون کسی پیدا کنم کمکی میوه بزیرون رب خستگی کنم بعد به شهرا رو راه باغا به طرف باغا لگه روگا پشت آ باغا واو به طرف باغا روگا لگه رفت وجا پشت باغا که رفت وشی و دیتی دروازه بسته باغ دروازه بدا دیتی لیکن چه چیر دیوار باغ چشمه چو
جوه آبی مثلا روغ انباخت و چشمه چو سلسبیل جاری چند نهال بید مکر را آیه درد که کشته گه رب مکر را ما چشمه نشت چند کمو که دست پر آب نوشت و که از سفیدی صافی و سردیش سلسبیل آمده به شاگردیش بود نظری که دیدی گرد و گبار به زلفا مشکبارین رخسارین و آی بدن نشتگم چه جاگه پادت بودی و تی درنا کشتن در آب چشمه تو که گوته ور بیوده دوری سر و زلف و تی چه گرد راه گبارا هیدان یا ششتن شد سوی کدن کمو که به حالت بعد چه آیا لباس و تی پوشتن در سایه بیده نشت دیدی در باک به هم وارد یه حویلای عجیبین عجیبین چایی ها باغا چه درناد و گلام سیاهین دیدی به تنه یک جند پیل یعنی اندازه هنچه برز و قوی های کلی برابر روشن پیل ده جند پیل کدی مثل منار آی کد دراجی مثل مناره و بازو آیوشی چو مثل شاخه چنار آی بازو کوپک چو مثل چنار پیما آید سر آی مانند گمبودی گمبودی میشه دواره چما آی چو دو کاسه خون لب میشه همه چهره لونت چاک گریبان یعنی لونت چهره دن سر لونت هم چوشن گریبان مرد چاک بدن چند نظر پرامی پچ بی آی لونتش هم چوتن چاک وارد میشه مزنا شی لب بالا برزی نوت واجه کلیک مزن بی میگه چونگو که چارم وقت ها نیه سلامت باتی